فرزند استاد بزرگوار موروثی محمد ظاهر، از بنیانگذاران جهاد در سمنگان، رئیس، معاون و اعضای محترم شورای منتخب ولایتی ایمان، سرداران و قماندانان سربلند ولایت پنجشیر، پنجشیری حماسه آفرین، جناس بشیرخان و امراهانشان، صابری صاحب و همه دوستا و عزیزا، جوانان، بزرگان، قماندانان، محسن سفیدان، آنانی که اگر نامش فراموش شده باشند یک جان معذرت میخوایم. خوش آمدین به شهر مزار شریف و خانه خودتان. در پالی که تشریف آوری تک تک شما را خیلی مقدم عرض میکنم، تشریف آوری برادرای سمنگانی ما را خیلی مقدم گفته به فال نیک میگیریم که همزمان با اینا یک مجمعی از رهبری، شورای رهبری جمعیت اسلامی در است، ما اون سوی محترم تشریف آوردن که تصادفاً با هم یک جایی شدیم، این به فال نیک میگیریم و از حمایتتان سپاسگزار هستم که در شرایط موجود توطئه و دسائس یکا یک علیه همه شخصیت ها در افغانستان و چهره هایی که در جهاد یا بنیانگذار هستند یا نقش سازنده و بزرگ را دارند، توطئه های بسیار خطرناک، نقش کشی شده و سازماندهی شده روان است. یکی شما آمدین از ائتلاف نجات برای افغانستان حمایت کردین و توطئه هایی که علیه ما روان است حمایت کردین. یک جان سپاس که از 120 کیلومتر را دور زحمت کشین 5-600 نفر در اینجا آمدین، این نشان دهنده اما عمق محبت و صمیمیت و سربلندی شما و حفظ از ارزش های شما را نشان میده. از یک جهان سپاس و به قدر بسیار نیکویی و قدر که همیشه پاس میداریم و در حافظه خود نگه خود داشتیم. همچنان قماندان صاحبایی که از پنجشیر، از همسنگران و یاران قهرمان ملی، یگانه قهرمان ملی کشور و فاتح جنگ سرد و سردار جهاد و فرمانده فرزانده کشور که همیشه اینا در کنارش بودن تشریف آوردن، حتما صحبت هایی دارن. باز بعد ما اینا صحبت های خود داشتیم. از اینا هم که از راه دور زحمت کشیدن قدم هایشان را نیک میداریم، بسیار خوش آمدین و یک جان سپاس از تشریف آوریتان. همچنان از جناس بشیرخان و صابری صاحب و دوستا و امرانشان که اینا هم از راه دور زحمت کشیدن آمدن، از تمام فرماندهان و بزرگان سپاس. دوستان عزیز، شما میدونین که در کشور ما قسمی که همیشه یاد کردیم و همه شاهدش هستیم، نه تنها ناامنی و فقر بیداد میکنه بلکه افتراق قومی و استبداد و حاکمیت نامشروعی که بر سینه های مردم سوار هستند و رکام میزنن، حکومت میکنن، فرماندهی میکنن، این هم به چشم سر دیده میشه، مشاهده میشه که در افغانستان یک نوع ظلم بسیار آشکارا و استبداد معلوم و آشکارا و عیان روان است. این افتراق به معنی نیست که پشتون در برابر قومی یا تاجیکی یا ازبکی یا ترکمنی یا عربی یا ایماقی بوده باشد. این افتراق در میان همه اقوام تلاش وجود داره که آتش شعله‌ور شود و آتش نفاق زبانه بکشد. شما میبینید که نه تنها در بین تاجیک ها نفاق انداختند، نفاق مندازند، حتی جمعیت میخوان که جدا بسازند، جمعیتی که مربوط به همه اقوام است، از شرق تا غرب، از غرب تا جنوب، از جنوب تا شمال. در میان ازبک های ما این اختلافات را انداختن، یکی را میخوان تجرید کنن، از جامعش دور بسازن و کسانی را تشویق بکنن، به نام چوکی دادن، به نام پول دادن، به نام این، به نام آن و نام بگیرم خوب نیست، همه تان میدانیم. اما قسم در میان هزاره های ما اینا به اتفاقی را نفاق انداختن، کسی را تجرید میکنن و کسی را دلاسا میکنن و پیش میکشن، امتیاز برش میتن تا اینکه باز نوبت زدن وام برسه. ولی از همه خطرناکتر
شما میدونه که در بین برادرای پشتون که یک قوم بزرگ افغانستان است، در بین این قوم شریف فقط در زمان عبدالرحمن خان یک بار غلجایی درانی را شاید شما کشمکش های شنیده باشین، اما امروز این آدم هایی که با پشتوانه چهار تا خارجی میرازند و با پول و تفنگ اونا تکیه زدن و بر گرده مردم سوارستان و حکومت میکنن، اینا نفاق غلجایی و درانی را در بین قوم شریف پشتون هم راه انداختن. بعد در بین دورانی ها هم اینا اختلافات میندازن. یکی را میخواد که در تو چوکی میتیم و چی میخواین چی میتاز میخواید و اونم دروغ میگه، و یکی را با عجله که تا دیروز با نفرت از او یاد میکرد و عاجل میخواهش وزارت برش پیش میکنه. اگر این آدم مجاهد بود، در تیم ما بود، چرا قبلا ناظر نبودی؟ و حال که اختلافات انداختی و فهمیدی که اختلافات داغ شده و شما را منزوی میسازه، مردم آگاهی سیاسیش بیشتر است و بلند است و میدانن، حال چطور با عجله و عجلانه میخوای وزارت میتی؟ در بین غلجایی هم این اختلافات انداخته. آن که به میل دلش بوده باشه و یا حداقل لایق و سکولار بوده باشد، او را میخواد برای چوکی میته. ولی غلجایی که واقعا زحمت کشیده، جهاد کرده، خدمت کرده، کادر است، تحصیل کرده و حتی به طور رئیس جمهور کمپاین کرده، بسیار صادقانه کمپاین کرده، شوراهای تشکیل شده، از خود حتی پول مصرف کردن و اینا را دور میزنه، به خاطر که سر و سیما اسلامی است، ارزش‌های دینی و جهادی است، به هیچ وجه این تیف اینا نمیپذیرن و نفاق به این حد داغ است. حال به توطئه های دیگر دست درازی کردن. خب قسمی که اول گفتم دسیسه سر دسیسه تا شخصیت ها را برش پرونده سازی بکنن، دوست سازی بکنن. و این خاک خوش امتل عوامکی ما شماست که خاک خوش به دیوار نمیشست. کسی که نه جرم کرده نه جرم را مترکب است، از هیچ توطئه نه مهراسه و نه برش شست داره. ما بیدی نیستیم که به هر باد بلرزیم. شما کسایی که بیریشا آمدین با حیمت چهار تا خارجی آمدین حکومت میکنین، میخوایم که تمام اجتماع را در مشت خود بگیرین. کسانی که پایگاه دارن 35 سال حد اقلش و 40 سال حد عظیمش جهاد در جهاد گرم و مبارزه سیاسی بعدی دهای اخیر در مبارزه سیاسی و بازسازی نقش داشتن، شما چطور میتونین که اینا را یک بارگی زیر پاش بکنن و با اصطلاح اینا را به زمین بزنین؟ این خوابه به گور ببرین. کسی را که علیه من یا به توطئه راهنمایی کردن، پیش من پشه بیش نیستم کلانکاری نشه با لطف خداوند. ما چی نیاز دارم که با او رقابت بکنم؟ من رقابت با تو رئیس جمهور میکنم، من رقابت در انتخابات با کاندید مقابل میکنم و کردم. هم جمعیت یک حزب قدرتمند، حزب محوری، حزب فراقومی، حزب افغانستان شمول است و تو نمیتونی به سادگی علی ما توطئه بکنی و آنچه را که تو میخوای علی ما موفق بسازی. وقتی که ما رقابت میکنم که در تاج و تخت کاندید جمعیت برسه که رسیده بود، اینکه خارجی ها رأی ما را قبول نکرد و اینکه تو صندوق ها را با تخلف پر کردی و اینکه ما مسئولیت وطن را در نظر گرفته، ما که میگیم یعنی جمعیت و متحدینش. وقتی که ما مسئولیت وطن را در نظر گرفتیم که به بحران نروه، در شکی نیست که ما این انعطاف پذیری ما به خاطر حفظ وحدت ملی و آرامی در کشور بوده. اما این هم بدانیم که ما برنده بودیم، به خاطر مسئولیت وطن عقب کشتیم، باز میبریم و باز میبریم با کمک خداوند. یک این سال بعد معلوم میشه. این توطئه های تنی است که پای ما را بلرزانین به دل خودتان و در انتخابات بعدی ما نقش نداشته باشیم. ما از این مالی برد میگیم حزب اسلامی آقای حکمتیار، حزب اسلامی داده که در دولت اصل نه، حزب اسلامی آقای حکمتیار یک پف میکنه، خودش تا روز دغار مخفی بود، حالا میگه که او کاندیدی که مورد نظر حزب اسلامی نبوده باشه کسی برنده نمیشه. ما میگیم که خوابت به گور ببری، به مغاری که بودی در مغار رفته بگو ما برنده شدیم. ما با ملت بودیم، ما با ملت هستیم،
ما با ملت خود پیش خواهیم رفت. نه توطئه خارجی با ما کارگر است، نه توطئه اردنشین و شورای امنیت و این و آن. کل توطئه هایتان هم میفهمم و کل ماهیت و ظرفیتتان هم به ما معلوم است، توانتان هم به ما معلوم است، گفتارتان هم به ما معلوم است، بعد ماهیت و ظرفیت شخصیتان هم به ما معلوم است. ما را مجبور نسازین که با سیر پودینتان را پاش بکنیم. ما را مجبور نسازین که بعد باز علمای افغانستان حتی از بیرون جمع کنیم در مورد مشروعیت شما و ارزش‌های شما، حتی ارزش‌های دینی باز در مورد شما ما بحث بکنیم. ما را این اضافه مجبور نسازین که ما ریشه در عمق جامعه داریم، ما عقب نمیشینیم، ما ترس از کسی نداریم، ما کدام گروه سرگروه ده نفری هم نیستیم که تختک با دولت بزنیم و با دیغار بریم با خارجی هم عربیه به نام توریست دستگیر بکنن. ما در متن مردم هستیم، با موج مردم حرکت میکنیم، هیچ کسی زوری با ما نمیرسه. و دوستای بین المللی ما میگیم که اشتباه نکنین، حرف 4 تا 5 تا ارگنشین مفتخور قبول نکنین. شما حرف 5 نفر هم میخواین در پیش برین یا حرف یک ملت 35 میلیونی که بخش اعظمش با ما بله میگه و هم نظر و هم فکر هستیم. متوجه باشین که به خطا نریم. ما شما حمایت کردیم، ما شما حمایت میکنیم، ما ضد تروریسم بودیم، ضد تروریسم هستیم، ولی زانو نمیزنیم که از خواسته و آرمان مردم خود عقب بریم یا به زور خارجی تسلیم شیم یا به زور داخلی تسلیم شیم. این شیوه عیاری است. ما از راهبردی جدید امریکا و آقای ترامپ در نسبت به افغانستان حمایت میکنیم، اما به شرطی که شما برای افغانستان خدمت بکنین، افغانستان حمایت بکنین. اگر هدف راهبردی شما این بوده باشه که داعش روز به روز رشد بکنه، داعش ساخته شده دیگه، طالب نامش داعش است، میدونیم که داعش کی جور کرده، طالب روز به روز رشد بکنه و با بهانه‌های مختلف جغرافیا به اختیارشون بگذارن، سلاح و مهمات به اختیارش بگذارن و کار بکنن و فعالیت بکنن و بیاین و توپ و تانگ دولت به بهانه‌ها در اقصا از مناطق افغانستان به دست بیارن و شما بازی 4 تا که برششته نه راهبرد برنامه منظم نظامی امنیتی داشته باشه، نه اقتصادی داشته باشه، نه برای بهتر شدن زندگی مردم افغانستان چیزی به حفظ و مغز و فکر و برنامه خود داشته باشه و افتراق قومی را بندازه و حکومت نامشروع خود را بخواد دوام بده، با دروس را برای ما قابل قبول نیست. شما برای افغانستان فکر کنین، برای وحدت ملی افغانستان فکر بکنین. 4 تا 6 تا بین اقوام افتراق و نفاق انداخته و اقوامی را میخواهی حذف بکنه، چهرهایی را میخواهی حذف بکنه و حاکمیت نامشروعی که از دید خودشان مثل حفیظ الله امین گفته بود که 1 میلیون نفر با ما باشه کافی است. اگر این شما میخواین حاکم بسازین، این خواب ارگنشینان ما باز تکرار میکنن که با گور ببرن. تکرار میکنم با آنان که دعوای رهبری افغانستان نداره، 4-5 نفر بیش نیستن و رهبری افغانستان را میخواین به تنهایی خود به دست داشته باشن، برشان اعلان میکنن که ما را مجبور نسازین. ما دیالوگ هم قبول داریم، ما تفاهم هم قبول داریم، ما وحدت ملی هم قبول داریم که از آرمان و خواسته های ما هست. ما اصلاح حکومت گفتیم، ما مشارکت ملی، ما مشارکت سیاسی و عدالت اجتماعی واقعی را گفتیم. اگر را تأمین میکنین خوب، که نمیکنین ما را مجبور نسازین که دیگه به هر باز خواب آرام نداشته باشین. یکی هر روز میشینین جلسه میگیرین، جلسه میگیرین که ولی بلخ پس کنیم، ای را پس کنیم، او را پیسه میتین، او را پول میتین، او را تشویق میکنین، این کارتان هم به جایی نمیرسه. ما کسی نیستم که فروش پراشوتی آمده باشم و با یک مکتوبی تو تعیین شده باشم، با یک مکتوبی تو کاغذ داری پس دوباره بیرون شویم از صفحه مردم خود و آنچه را که ما 35 سال 40 سال مبارزه کرده آمدیم. ولایت برای ما بسیار کوچک است، اما خدمت به مردم ما برای ما بسیار اهمیت دارد. ما موزگیری ما از آدرس ریاست اجرایی جمعیت اسلامی و از آدرس یک حزب بزرگ و قدرتمند جمعیت اسلامی با تفاهم است. ما آنچه را که ملت میخواهد در مو تعهد داریم، متین و استوار ساده هستیم، به هیچ چیزی که پای ما در هیچ زورگویی درباره هیچ زورگویی بلرزه به پیش میریم تا
تا که آرمان و خواستهای مردم ما را به سرمنزل مقصود برسانیم. دوستای عزیز، میم سر آقای حکمتیار. شما میدانید که جمعیت اسلامی با حسن نظری که داشت اولین حزبی بود، قدرتمندترین حزبی بود که تمام اختلافات را کنار گذاشت، گفت که آقای حکمتیار خوش میایه، آغوش ما باز است، بیایه به حکومت، برادران کار بکنیم تا جنگ از افغانستان چیده شود، دیگه خون فرزندان مردم ما نریزه. حمایت اعلان کرد و مجردی که آدم پایمان و دولت تسلیم شد، از لغمان طنز و کنایه علیه جمعیت و ائتلاف علیه توریسم شروع کرد. گفتم میشه که بیا خوب شود که نو از غار برآمده، میشه که ذهنش روشن شود. به جلال آباد آمد، از او بدتر حرفای رکیک استعمال کرد. به قصر سلام خانه به کابل که آمد، محتمال دیگه به پایتخت آمده، حتما یه آدم دیپلمات هست، دیپلماسی میکنه، واقعیت ها را میدانه، دوای رهبری داره. نگه که من مؤلف بسیار کتاب ها هستم، مفسر و تفسیر کننده قرآن کریم است و بسیار از خود آثارا بجا گذاشته، دوری رهبری به سطح افغانستان میکنه و سالهاست دههاست از دوری نهضت اسلامی که گاه سرد و گاه گرم و گاه اختلاف و گاه این آن خو آمده. فکر کردم که در 50 سال یه حدمن چیزای را آموخته، آل فهمیده آمده که در کنار حکومت در با رعایت وحدت ملی کارهای خوبی خواهد کرد، حرفای خوبی خواهد زد. با سلام خانم که آمد صحبتایش، با ننگرارم صحبتایش از آدرس زعامت کشور بود، نصیحت کننده به دیگران. دولت وحدت ملی را خوی اکثر رد کرد، ساخته گفت آقای جانکیری است، این مشروعیت نداره. گفت ما با کسی نیامدیم، حالا که کلیتان دیدیم که شورای صلح شد و امضا کرد و برنامه را همیشه با گروه صلح آقای حکمتیار نشست داشتن و مذاکرات ها داشتن، بعد در سلام خانه رئیس جمهور مسئولین و شخصیت ها را جمع کردن، در اونجا امضای آخری صورت گرفت. آخه تو خون با کلی معلوم است که تسلیم شدی. تسلیم شده مطابق اونم ماهیتش کمی عقب طبیبی که در کجا پنهان بودی، کدام کشور در تو جیره میداد، با چی رقم در روزگار زندگی تیر میشد، تو کمی عقب طبیبی. بعد سر شخصیت ها و قهرمان ملی و احزاب سیاسی دیگه و اقوام دیگه تو بتاز. تمام احزاب میگه که یک سری رد میکنه. خب حرف رکیکی که علیه قهرمان ملی استعمال کرد، مزدخ خودت هستی، کلگی تو دانا خدا نمیدانه، مزدخ تو هستی، زیر سایه کی بودی تاله؟ از کجا تمیل میشدی؟ زیر سایه کی بودی؟ دغار در کجا پنهان بودی؟ فامیل در کجا زندگی میکرد؟ برای کلگی آینه وری معلوم است. تو در مدوران جهاد هم که 65% حق کل تنظیم ها و مجاهدین افغانستان هم توسط امریکایی ها و پاکستانی ها میگرفتی و جهاد کمتر از خردترین حزب بود، جز به جنگ داخلی هیچ چیز دیگه تو وظیفه نداشتی. ما خود در این ولایت ها که میدیدیم بعضی از برادرهایی که واقعا خدمت میکردن، جهاد میکردن از برادرهای حزب اسلامی، اکثریتش که فرمان تو رو مستقیم رعایت میکردن و بدوش میکشیدن، بشانه میکشیدن، جز جنگ داخلی و حزبی و تنظیمی بین مجاهدین دیگه وظیفه نداشتی. خب در جهات خودی کار میکردی، بهترین امکانات و بیشترین امکانات خود تو از بادارایت میگرفتی. وقتی که حکومت اسلامی آمد با توافق توی بمیان آمد، دو معذرت صاحب، چهار رهبر شهید، بعد انتخابات، تو خی حکومت ها یک روز هم آرام نمونی، همی راکت زده رفتی، با وجود که صدر اعظم هم بودی، تو که به نام قصاب کابل مشهور هستی، با کدام روی به می کابل آمدی؟ تو که اعلان کردی که از امت رسول الله نباشم که یک سرباز امریکایی در افغانستان باشه ما در کابل بیاییم، با کدام روی بازم آمدی؟ تو که جهاد علیه همی حکومت، همی ملت، هنمی سربازا، هنمی اردو و خواهی مثل افغانستان، تو که جهاد علیشان اعلان کردی، با کدام روی آل جهادی تا گرفتی پس آمده چی تغییر آمد؟ آقای کرزای خوب مجاهدتر از دیگرها بود،
حالا چی استدلال داره که امریکا نتانه که هست قواش هم تمدید کرد تعدادش هم بیشتر میسازد؟ اکثر جامعه جهانی هم هست. پس این حرفی تو که یک امریکایی باشه و از امت رسول الله نباشم که بیایم چی شد؟ تو که جهاد اعلان کرده بودی حالا ما چی رقم مسلمانی خوب شدیم از نظری تو دیگه البته که جهاد علی ما را پس گرفتی و تو خب به شرمان آقا میدی زیر بیرق امین نظام علی زندگی میکنی برای قصر جور کرده خارجی ها اینمی امریکایی و اینمی انگلیسی و اینمی ایمای سکس برای تو خود جیره میتا خرچیتا میتا امی قصر خوازی بی پول کمک دنیا برای تو جور شده زیر قصر ششتی دیوارای کانگریتی هم اطراف را گرفتی به ایوازی که تو یک گل سالی قریه را تشریف میکردی و برای سال یک پیام میداشتی تو هنوز یک هزاران میسال از دولت گرفتی در امولی روز 500-600-1000 میسال های جدید از حکومت گرفتی از بغلان که برای توضیح کرد که سال شده به اون سال امریت خود گرفت آمدی پس معلوم است که تو همه چیز را دست دادی همه چیز را دست دادی او پفی که تو کلان کردی که محمد اون ولایت ها را سو خود میتون ولسوالی ها را سو خود میتون کجاست او سو خود در کل قمندانه یک دوست داری بنام این میرویس که در بغلان می جنگه گاهی میره معادن زغال سنگ اشغال میکنه گاهی را را میگیره گاهی آدم میکشه و جز دوزی دیگه اش کار نداره تو خود دیگه قمندان نداری آه مگر ما زرداری که زرداد قمندانی که 20 سال حبس زده لندن تیر کرده اگر آره اونو را مسئله کنی یک چیزی جور بگیره خب گفته نمیتونم در غیر او بگل مگلی که دورو پیش ما بود خب چیزی کرده نمیتونه از او چیز داختم نمیشه خب هر روز تو میایی سر قوم گب میزنی و اوس و اختلافات غلجای دورانی را انداختی و دمی راستا کار میکنی که همه مردم ملت افغانستان میدنه با او را زیرکانه کار میکنی و این طرف اقوام دیگر را به زبان میاری همیشه توهین میکنی فارسی دری را تو به میان میری ترمینولوژی را تو در بارشگر میزنی گاهی استاد ادبیات میشی گاهی از آدرس زعامت حرف میزنی گاهی از آدرس بسیار قدرت در افغانستان گم میزنی خودی در چاردیوری شیشتی برآمده نمیتونی پشت گبیون ها و دیواره کنکریتی شیشتی میگی که من اجازه نمیتونم چنین شود اجازه نمیتونم چنان شود ما کسر اجازه نمیتیم تو کی اصلی از کدام مادرس اجازه میتی نمیتی من نمیخواستم که زبان درباره تو باز بکنم چون هیچ کسی درباره تسلیمی و اوی که برش تسلیم شده حرف نمیزنه من تو ما رو مجبور ساخته که ذهن مردم روشن بسازیم که تو کی هستی در کدام موقف هستی و چرا این حرفا رو میزنی تو میخوای که خودت شخصیت بسازی مطرح بکنی و ضد ایران گپ بزنی ضد شیعه گپ بزنی تا از بعضی کشورهایی که ضد ایران از پول بگیری این دیگه جز همین تجارت چی شده میتونه دلیل ما امپراتوری ایران در مزار تحمل نمیکنیم آخه کدام امپراتوری تویی که در ایران 4 سال به سر بردی از آب و نان و هوای ایران استفاده کردی از پولهای پول از خریده و بکسهای سپاه امو سپاه پاسدار تو استفاده کردی بهترین تعمیر در ایران تو استفاده کردی بهترین دفترها را در مشهد و ایران تو داشتی تو آل زیدی ایران گم میزینی عجب انسان هم یک کمی وجدان داشته باشه وجدانش بیدار بوده باشه حق نمک هم بدن خوب است ما خود نه در ایران زندگی کردیم نه در ایران یک کدام یک ماه و شش ماه دیگه جز یک سفر رسمی گرفتیم 19 نفر که از این بلغ رفتیم تو خود سالها را اونجا تیر کردی من نمیجا مسئولیت داشتم در سال 76-77 میدان هوایی هم به دست ما بود کنترلش هر تیاره که می آمد پایین می شد صندوق های از مرمی و مهمات پایین می شد از کمک های جمهوری اسلامی ایران که در برابر توریسم و حمایت می کرد از قهرمان ملی امیر تیاره خوب پر می آمد خوب برای تو پایین می شد در میدان هوایی هم به دست ما بود صندوق های سلاح و مهمات خود تو می گرفتی پول و مواد یا شهر خود تو میگرفتی پول به بکس میگرفتی و مواد یا شهید هم از رای بندر حیرتان میامد که همیشه مده جیریان هستم بیشترین کمک تو میگرفتی وقتی که تو گریخت شکست خوردی از بلخ امی ما نبودیم که تو را به تیاره شانیم پیش خرمان ملی روان کردیم بکس پول از دالرت هم سکرتارایت فرار گریختان و دیگه سکرتارایت ستالایت را گریختان نزدیکترین امکارت به خدا قسم او آقای مهتیار دروغ نگو به خدا قسم
نزدیکترین سکرتاریت پول در فرار داد و ستالای در فرار داد. امی خون ما بودیم، علم خان آزادی بود، مولوی صاحب علم شهید بود، استاد شهید گفت نمی کنم پرواز تا آقای حکمتیار نیاید. تو را ما رسانیم در با بسیار یک ازبیه همی خطرناک و کلان جان خود همه در خطر گرفتیم و در تیاره بالایت کردیم، به خرامان ملی روان کردیم، اونجا برای دلی کوپتر داد رفتی به تاجیکستان و تاجیکستان رفتی به ایران. امونجا هم تو ناسپاس اعلان کردی که ما را قهرمان ملی چی میکرد، امون صاحب ما را ترور میکرد، ترور میکرد که امی خدمت میکنه، بعد از خود تر امنیت میکرد، در تیاره میشن و روان میکرد، اونجا از اونجا هلیکوپتر میتر روان میکنه تاجیکستان، از تاجیکستان با تر سیاد و سلامت میرسن به ایران. همه شرم هم خوب چیز است. تو را با کسی که گوشش خودت بریده یا شورای امنیت بریده یا خودش بریده، کسانی که انتحار سازماندهی میکنند، امی آقای حکمتیار آیا مسئولیت انتحار دو دختره، انتحار دخترانه اولین بار از افغانستان که آقای حکمتیار کرده، یک دختری که درای میدان هوایی خود انتحار کرد و یک دختری دیگه که من فهمیدم فایننس بود یا طرف های پول محمد خان بود، یک دختر اونجا خود انفجار داد و انفجاری که در فایننس دادی، زن و مرد یک خودانی بسیار مشهور، یک خانمی بسیار مظلوم هم کرده، خانواده بشتر کشتی و ای را اعلان هم کرده که این استشهادی است و افتخار هم کرده، بدوش هم گرفتی که تو بسیار به اصطلاح کمال کردی که انفجار را بدوش گرفتی. آیا تو کسی را که حاضر هستی که به انفجار مسلمان و انسان بکشی به بانه خارجی ها، آیا یک کمی گوش بریدن برای بسیار بسیار ساده است برای تان؟ بسیار ساده است. کسی که انسان انفجار میده تا انسان از بین ببره یا بدنامش کنه، کمی گوش با اندازی زدن بسیار ساده است برای تان. وقتی که خانم ها میره در سفارت امریکاست برای پدرش ویزه میگیره و زمین ملاقات و مذاکرات هم مساعد میسازه و بالاخره تفاهم با حکومت میکنه، کمی گوش بریدن بسیار آسان است برای جایگاه باز کردن برای خود، برای ترور شخصیت ها. خب دوستای عزیز، حرف بسیار زیاد است، نمیخوایم که وقت شما را بگیریم، وقت نان هم است، حتما بزرگان صحبت میکنن. باز من تکرار میکنم در پولی که تشکر و سپاس میکنم از عزیزانی که تشریف آوردن، و کسایی که صحبت های بسیار خوب داشتن، از آیسه فضل‌الله خان، از آیسه ولیم خان، از آیسه سلیم رسول خان، همچنان از داملا صاحب نظر محمد و از خود احمد جواد جان که این مدیریت کردن و از فرزند کلان جناب مولوی صاحب که اینجا حضور دارن و همه قماندان صاحب ها، فرماندهان عزیز ما که اینجا تشریف آوردن از راه دور و فرماندهان عزیز پنجشیر ما و جناب صاحب پیشتر یاد کنم بشیر خان اینا و خصوصا هیئت رهبری جمعیت اسلامی افغانستان در رأس جناب مسعود صاحب که یک بار از همه شما تشکر و قدردانی میکنم و ما را خرسند ساختن، خوش آمدین. همیشه دشمنانتان چشمشان کور و خودتان سربلند و سرفراز بوده باشین و به حکومت هشدار میتیم که در پای توطئه نباشند، از توطئه دستبردار شوند. ما از توطئه ترس نداریم، وضعیت از این بهتر نسازند. این هم هشدار است هم اختار است. ما وحدت ملی را دوست داریم، ما نظام صالح را دوست داریم. ما همچنان که تا 16 سال خدمت کرده آمدیم، سال 17 هم میخوایم خدمت خوب بکنیم و ما را مجبور نسازن که حق ما را از این اضافه تلف نکنه که قابل قبول برای ما نیست.